بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و انعداهم اجمعین. هر شب یتیم شماست دل جمکرانیم، هر شب یتیم شماست دل جمکرانیم، جانم به لب رسیده بیا یار جانیم. از بادها نشانیتان را گرفته ام، از بادها نشانیتان را گرفته ام، عمریست عاجزانه پی آن نشانیم. طی شد جوانی و رؤیت نشد رخت، شرمنده جوانی از این زندگانیم. با من بگو خیمه کجا میکنی به پا، با من بگو خیمه کجا میکنی به پا، در روزه احتمال حضورت قوی تر است، در روزه احتمال حضورت قوی تر است، شاید به عشق نامی عباس بخوانیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، اللهم عجل لولیك الفرج. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس دارم. به سوی تو سفر کنم، دوست دارم ز غیر تو حسر کنم، دوست دارم تو این شبای عاشقی همه عشقم و با تو سر کنم. کبیرم خیس بارونم کن. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. دل اسیر نفس امار شده، وای که تسبیح دعا شده. نگاه کن بنده ی رو سیاه تو، تو دل این شب آوار شده. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. کربلا کبیرم خیس بارونم کن. میدونم که خیلی بنده بدم، از کس دیگه به جز تو دم زدم، التماست میکنم به این شبا، ای خدای مهربون نکن ردم. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهان امام حسین علیه السلام. بار دیگر خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دوباره مهمانی و خدا رو شاکریم از این بابت. برنامه که الحمدلله تونسته جای خودش رو بین شما بینندگان عزیز باز کنه، شما عزیزان با برنامه خودتون ارتباط بگیرید، از پیام های زیباتون مشخص هست و ما از این بابت قدردانی میکنیم. عزیزان بیننده معطلتون نکنم، بریم با هم سلام رو خدمت آقا داشته باشیم، بعد انشاءالله در خدمت شما خواهیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته. بریم با هم خدمت آقا قمر بنی هاشم سلامی هم خدمت آقا عرض کنیم. مرسوم هست شنبه ها بیشتر خدمت آقا میرسن، حالا از چه بابت من نمیدونم، اما در بعضی از جاها رسم هست. امروز هم آخرین شنبه ماه مبارک رمضان هست. السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين عليه السلام. يا إمام زمان ترا قسم بأموتون مديم بحق بالفضل العباس، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. شدر دل دارم تمنای کربلای حسین ای خدای من، فقط سینه بسیر فقط سینه بسیر. شدر دل دارم تمنای کربلای حسین ای خدای من، مال نرفته ما دلمون خوشه به یه بار. نصیبم کن بوس بر حرم با صفای حسین ای خدای من، سرشتی چون مهر او در دل به دیدارش دل بود مایه، بهشتت باشد جهنم من بی لقای حسین ای خدای من. حسین جانم ای حسین جانم، حسین جانم ای حسین جانم،
حسین جانم، ای حسین جان. حسین جانم، چون در دل دارم تمنای کربلای حسین، ای خدای من نصیبم کن بوس بر حرم با صفای حسین، ای خدای من. خوشان روزی که این قفس شکنم، استخوان تن پر عوض شکمت، به پرواز آید کبوتر دم، دم به دم بر بامت حسین من. یا عمر داغر جون ما، به جان داغیزان گلو دارم، به دل عمری آرزو دارم. چه آرزوی؟ به جان عمری، به جان داغی زان گلو دارم، به دل عمری آرزو دارم، که برد نای مرا دشمن همچنای حسین، ای خدای من. هرچی گریه میکنه علی علی، مران یک دم ساروان اشتو ناقه زینب ماندن در گرگ. نظر نالات همش رو گفتیم، نیمه شب بشه تازه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بینندگان عزیز، ایام روزهای آخر ماه مبارک رمضان هست. از طرفی بعضی افراد خیلی ساده بخوایم بگیم، میگن خب ماه مبارک رمضان و دوران روزگی اگر براشون سخت بوده به نوعی گذشته، شاید خوشحال باشن. اما یک خوشحالی مضاعفی هست که توفیق بندگی رو خداوند ما داد، الحمدلله توفیق داد که روزه بگیریم، توفیق داد عبادت رو انجام بدیم. انشاءالله هم به برکت رحمت و برکت و مغفرت که خودش در این ماه قرار داده، خدا همه ما رو ببخشه و قبول کنه. اونهایی هم که نتونستن بگیرن، اگر عذر شرعی داشتن قصه نخورن، خود همون خدا اجازه داده بود و مطمئنن شما هم ثوابتون کمتر از اونهایی که گرفتن نیست، چون شما هم به وظیفه شرعی خودتون عمل کردید. خیلی خیلی خدا رو شاکر هستیم. پیام های زیباتون هم که میاد ما رو از خستگی در میاره. اجازه بدید من، چون پیام ها زیاد هست، یه تعدادش رو الان بخونم. شماره 938-19-15 ایشون فرازهای از دعای سماط رو برای ما ارسال کردن. ما تشکر میکنیم از ایشون. چون وقت کم هست، اجازه بدید این گونه پیام ها رو فقط به نام شما رو بسنده کنم. 936-72-68. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جان، روسیا هم گناهکارم اما عاشقتم، تشنه پابوستم. اگر میپذیری به طلب برادر گرامی، التماس دعا. چشم، انشاءالله ما اگر قابل باشیم دعاگو هستیم و از سعای خدا انشاءالله همه حوایجتون رو برآورده کنه. 910-68-91. سلام آقای غلامی، علیکم السلام. تو را به مولا علی قسمت میدم رفتی زیارت آقا امام حسین، پیش ارباب بهش بگو من گدا پیش کی برم که کمکم کنه،
به حضرت عباس زندگی مثل جهنم شده، همه بدبختی های عالم رو سرم خراب شده. آی غلامی از بینندگان بخواه برای من گناهکار روسیا دعا کنن. عزیزان بیننده، لحظات قبل از افطار و استجابت دعا حتما به هم دیگه دعا کنیم، بالخصوص به این دوستمون. منم تقاضا میکنم بینندگان عزیز، قسم ندید ما انشالله حتما فرمایشات شما رو منعکس میکنیم خدمت آقا و عرضه میداریم انشالله هم که حتما حاجت روا خواهید شد شما عزیز هم انشالله. 935-92-59. سلام بر حسین، من مادر و دو فرزند دختر دارم و امام حسین رو از تلویزیون زیارت میکنم. آرزو دارم از نزدیک، به جای نتونستم خوب بخونم متنشون، اما اونجوری که اشاره کردن خواستن که انشالله خداوند کمک کنه که انشالله شوهرشون و زندگیشون خوب باشه. 912-45-89. عجب متن اینجوری فرستادن. سلام، اینقدر آدم خوبی هستی، پیام ما رو بخون. من یه گناهکارم، دعا کن به راه راست برم. من که آدم خوبی نیستم، اما همه شما از من خوب تره. پس بینندگان عزیز که این پیام زیبا رو از دوستمون شنیدن، همه به ایشون دعا کنید. اما من روسیا حالا به دعا میکنم، خدا را قسم میدم به حق امام حسین، به قدر خوب و روسفید بشی که خود شما هم موقعی که دعا میکنه دعات برای من روسیا مستجاب بشه. شماره 937-83-67. سلام آقای غلامی، علیکم السلام. میخواستم برای بچه‌ام دعا کنید. هر روز ما برنامه شما رو میبینیم. سلام ما رو با آقا برسونید. خیلی دوستت داریم. انشالله. ممنون از محبتتون. انشالله بچه‌تون به زودی زود خوب میشه. خود شما هم میاد اینجا زیارت. بریم با هم دعای روز رو ببینیم و بشنویم. من از جانب شما و کوچولوتونم سلام میدم و دعای روز رو میشنویم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. رحلت محدث بزرگ علامه محمد باقر مجلسی صاحب بهار الانوار، سال 1110 هجری قمری. لغو امتیاز تنباکو و قیام ملت به فتوای میرزای شیرازی، سال 1370 هجری قمری. قیام زنگیان علیه عباسیان به رهبری صاحب الزنج، سال 255 هجری قمری. حسینیان عزیز، دعاهاتون قبول باشه. اجازه بدید که پیام های زیبای شما رو که امروز زیاد ارسال شده خدمتون قرائت کنم. شماره 938-88-82. سلام، خسته نباشین. تو رو خدا منم دعا کنید که از این همه بددلی و شک نجات پیدا کنم. از طرف من به اربابم حسین بگه چند سال صدات میکنم، تو رو بلی از خلط قسم کمکم کن، از بدگمانی و شک نجاتم بده. انشالله عزیز، انشالله که هر کسی دچار این گونه بیماری ها هست خدا نجاتشون بده. چند تا مسیر هست، حال حداقل یکیشو من عرض میکنم. شما مطلبی که اگر محقق شده و یقین دارید عمل کنید، در غیر این صورت هیچ گونه اعتنایی نکنید. هیچ هنگام به شکهای خودتون اعتنا نکنید. شک برای ما هیچ موقع ماهیتی نداره و بهتر هست که همیشه توکلتون به خدا باشه. مگر کار از دست خدا در رفته؟ خدا ما رو خلق کرده اون بالا بیکار بشینه فقط نگاه کنه؟ کار خدا همینه، امور زندگی ما دست خداست. اجازه بدید که خود خداوند داره کارها رو انجام بده. شما شک نداشته باشید، توکل به خدا کنید، حتما انجام میشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم زیاد بگید، انشالله برطرف خواهد شد. 935-89-28. سلام آقای غلامی، تو رو خدا از ته دل برای من دعا کنید. خونه نداریم، قرض زیاد داریم. سلام منو به آقا امام حسین برسونید. عزیز، خیلی گرفتار این مشکلات هستن، خدا را قسم میدم بالخصوص شما دوست عزیز، حتما از سایه خدا بهتون خونه بده، اونم یه خونه بزرگ خوب و خیلی عالی. شماره 935-66-76. السلام علیک یا ابا عبدالله،
سلام آقای غلامی، گره افتاده بکارم، تو رو خدا زیر قبه امام حسین از امام حسین بخواین وسیله ازدواجم فراهم بشه به جان حضرت رقیه سلام الله علیها. ان شاء الله از سوام می‌خوایم خداوند هر کسی که ان شاء الله نیاز به ازدواج داره خداوند تمام مسئله‌اش رو براش فراهم کنه ان شاء الله. شما هم به ما زنگ بزنید، ما هیچ موقع توفیق نداریم در مراسم شما شرکت کنیم، اما حداقل ما رو با خبر کنید از این موضوعاتتون، اگر ازدواج کردید ما رو خوشحال کنید. 933-72-78 سلام. علیکم السلام. سلام منو به امام حسین حضرت ابوالفضل برسانید، دعا کنید به زیارت امام حسین مشرف بشم، یک اولاد صالح و سالم خدای من عنایت کنه ان شاء الله. حالا که دعا میکنیم چرا یکی از خدا میخوایم خیلی خدا اولاد بهتون بده، هر کس اولاد نداره خدا چرا یکی بهش بده، زیاد بهتون بده ان شاء الله. 937-75-84 سلام، من اسمم حسینه، من مشکل زیاد دارم، فقط یه خواهشی که دارم دعا کنید امام حسین یک بار دعوتم کنه کربلا. من 21 سالمه، تازه ازدواج کردم، برای اینکه دنبال گناه نرم دستم خالیه، اما دوست دارم حرم امام حسین رو ببینم ان شاء الله. شما که نامتون حسین هست خدا رو به همین نام قسم بدید به زودی زود ان شاء الله مشرف خواهید شد. ما هم دعا میکنیم هر کس دوست داره بیاد، هر کس دوست داره. 913-91-46 سلام بر حسین. سلام آقای غلامی، علیکم السلام. خادم الحسین از اختیار دارید، ما اگر قابل باشیم از امام حسین بخوای که قصه دل همه رو بعدم قصه دل منم برداره، من رو سیاهم، انشالله که قصه دل شما رو هم خیلی زود برطرف بکنه. عزیز دل به این نکته دقت کنید، ما هنگامی که دعا میکنیم گاهی اوقات دعا رو اشتباه میکنیم. مثلا شخص دعا میکنه میگه خدایا اگه قرار هست مثلا اینها مریض باشن من مریض باشم، بچه‌م خوب بشه. میگه این چه دعایی شما میکنید؟ شما دعا کن که هر دوتاتون خوب بشید. یکی از آقایون نقل میکرد میگفت اگر به شما بگن که میخواهید خونه خدا برید به حج مشرف بشید، یا اینکه خدا یه خونه بزرگ درندشت استخدار پر دار و درخت بهتون بده، اونو میخواهید یا اینو؟ بعضیا تو جلسه گفتن من خونه خدا رو میخوام، بعضیا گفتن من اینو میخوام. اون استاد لبخندی زد گفت اشتباه نکنید، خدا خیلی واسع العطایاست، بگو من میخوام بیام مشرف شم خونت، این خونه بزرگم میخوام، چیزای دیگه میخوام روش برام بگذاری، خدا میده. اینجوری دعا نکنید همه حاجت ها برآورده شه بعدم من، نه بعد نداره، مگر بر خدا بعد و اول داره؟ خدا حاکم بر اینا هست، همه حاجتاتون برآورده بشه. 933-87-90 سلام، خسته نباشید، آدم خوبی نیستم ولی اسم امام حسین میاد گریم میگیره، دعام کنید بیام پابوسش. مطمئن باشید مؤمنی بهتر از شما نیست، پس نگویش میخوا آدم خوبی نیستم. بعضیامون ضعف و قوت داریم، از خود امام حسین میخوایم که برطرف شه، وگرنه جز مؤمن ناب ابا عبدالله رو بشنوه و گریهش نگیره. بریم یه فاصله رو با هم بگیریم، از اتاق فرمان مجدد خدمت شما خواهیم بود. اللهم فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر وقبل معاذيري وقبل Mm-hmm.
بهشتیان عزیز، از اونجایی که در ایامی هم هستیم که بزرگداشت علامه محمد باقر مجلسی هست، پسر علامه محمد تقی مجلسی، جا داره که این عالم بزرگوار رو که در کنار مسجد جامع شهر اصفهان ایشون الان آرامگاهشون هست قدر بدهیم و نثار رو همه علمای اسلام بالخصوص این عالم جدید رو قدر با هم صلوات رو بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این علما واقعا زحمت کشیدن در زمان قدیمی که کامپیوتر نبود، این وسایل چاپگرهای کتاب نبود، اینقدر زحمت کشیدن. شاید بیش از 77 جلد کتاب به زبانهای فارسی عربی دارن. چه کتابهای ارزشمندی که قابل استفاده است الان در حوزه های علمیه، و اینها هم بی خود به اینجا نرسیدند. اجازه بدید من قضیه رو عرض بکنم که منسوب هست به شیخ جعفر کاشف الغطا و بر بعضی از علمای دیگه هم ذکر میکنم. ایشون در صحن نجف مشغول نماز جماعت بودند. بعد در حین اینکه نماز جماعت بودند، خب در نجف علمای زیادی بودند، مراجع دیگه هم حضور داشتند. پس اگر یک همچین شخصیتی جلو میسته به عنوان پیش نماز، خیلی مقام عجیبی داره. یک سید روحانی طلبه جوانی آمد جلو و فشار اقتصادی به زیاد آمده بود. بدون اینکه ملاحظه این پیرمرد رو بکنه و این جمعیت رو به هر حال مجتهد هست ایشون، آمد گفت چرا اون به اصطلاح پول ما رو نمیدی؟ حالا قدیم شهریه‌ای نبوده، به صورت قسط بندی بوده، یک پول می اومده تقسیم میکردن به صورت اقساط، بعد پول دیگه می اومده. آقا فرمودن که من انشاءالله در اولین فرصت که پول دستم بیاد به شما میدم، الان پول دستم نیست، همه رو تقسیم کردن. این سید اولاد پیغمبر، خب فشار اقتصادی بهش اومده بود، شاید از سوی خانواده هم تحت فشار بود، بدون اینکه متوجه باشه گفت نه، شما شیخ ها، چون شیخ جعفر کاشف الغطا سید نبودن، با ما سید ها دشمنه. این عالم جلال قدر آمدن بعضی از اطرافیان به ایشون برخورد کنن، گفت نه چیزی نگیر، خسته هست. ببینید انسان به کجا رشد پیدا میکنه، بی خود عالم نمیشن. گفت نه، ما دشمن نیستیم، اتفاقا در اولین فرصتی که پول دستم بیاد به شما میدم. شروع کرد ازش دلجویی کردن. اما این سید بدون اینکه متوجه باشه، حالا خسته بود، به چه حالتی بود، یک دفعه آب دهان پرتاب کرد به صورت این مرجع عالی قدر. لا لا، خدا ما رو تو این امتحان ها قرار نده. واقعا فکر کنید توی جمعیتی باشیم، خواهش میکنم با توجه به این جمله دقت کنید، توی جمعیتی باشیم، یک نفر تو جمعیت این حرکت رو بکنه، بخواد حرکت کنه بره، حالا داماد خانواده هست، خدای نکره پدر خانم خانواده این کار رو بکنه، یه شخص دیگه، چه حرکت ما انجام بدیم؟ من این کاغذ رو بذارم که این مطلب رو عرض کنم. در نقل هست که این مرجع عالی قدر موقعی که دیگه چند نفر بلند شدن که با این سید برخورد کنند، گفته دست نگه دارید. حالا روبروی ظریف آقا امیرالمؤمنین، این مجتهد پیرمرد، این سید اولاد پیغمبر خسته شده این کار رو کرده، دستاشو اینجوری برداشت روبروی ظریف کشید به صورتش، گفت الحمدلله، چون فارسی زبان هستم من خود فارسیشو میگم، خدا رو شکر که به واسطه آب دهان سلاله فاطمه زهرا امید دارم که خداوند آتش جهنم رو بر این صورت دیگه حرام کنه. بعد برگشت توی جمعیت، گفت اگر من مجتهد هستم و مرجع شما هستم، کسی بعد از این قضیه به ایشون یک ذره ناراحتی کنه، من راضیش نمی کنم. اما اگه حرمتی دارم، بیایید کمی پول کمک من کنید که من از خجالت این سلاله فاطمه زهرا در بیام، فردا قیامت پیش پیغمبر رو سفید باشم. مردم هر چقدر پول داشتن دادن و ایشون به این سید داد، پیشانش هم بوسید، باهاش خدافظی کرد. ببینید عزیزان، کسی که عالم میشه واقعا به این درجات خودش رو میرسونه. اصلا این گونه مسائل براش مطرح نیست، وصل به دریاست، دلش آرامه. ما هم اگر به خداوند وصل باشیم، به اهل بیت وصل باشیم، اصلا مشکلات برای ما مشکل نیست. هر چند بایستی از خدا بخوایم برطرف بشه، ما هم وصل به دریا بشیم. انشالله که شما که دلتون مثل دریا و اقیانوس هست،
همیشه ما را هم دعا کنید. بریم دلگفته های آقا رو بشنویم، مجدد خدمت شما خواهیم. حالا من الهام از کشور ایران التماس دعا دارم از امام حسین. سلام علیکم یا آبا عبد الله، من قربان از تبریز زنگ میزنم. یا امام تو رو گفتم میدم به خدا، یا امام کمکم، تو رو خدا کمک. نام حنانه سلیمانی، کشور ایران، شهر تهران. شفای تمام مریضا رو السلام علیه حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین علیه السلام. با اجازه شما آجا، خدا حافظ، خدا نگهدار، با امید دیده. سلام، خسته نباشید از این شبکه قشنگ و خوبتون. من یکی از طرفدارای چی شبکه امام حسین هستم. من جو خواستم از امام حسین خلوص دعا بسر میشن صابق. سلام، خسته نباشید، من از ایران زنگ میزنم، حیدری هستم. التماس دعا دارم، دلم میخواد خوب حرم منو دعا کنیم، منو خانواده ما. ممنون میشم، مجدی، خدا نگهدار. الو، ما از ایران تماس میگیرم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. حسین جان، مبادا برانی مرا از درت، به پهلوی بشکسته مادرت حاجت مارم بده، درد مارم دوا کن یا حسین. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، حاجتمو بده یا ابا الفضل عباس. از ایران تماس میگیرم. با سلام، فرید هستم، کشور ایران. خواهش میکنم، خواهش دردتون دارم، زیر خفته امام برای بچه‌ام دعا کنید، برای پسرم، برای پسرم دعا کنید، مشکلی داره برش دعا کنید. خواهش میکنم برشون دعا کنید، عاقبت بخیر بشن. برای خانوادم، برای برادرم، خواهرام، برای پدر مادرم، همسرم، برای همه، برای همه دعا کنید. برای خانوادم خیلی دعا کنید، به جای من از زیارت کنید. خواهش میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا امام عبدالله، سلام علیک یا قمر بنی هاشم، سلام علیک یا صحبت زهرا، یا علی. سلام بر امام حسین، من از تهران زنگ میزنم، یه مشکلی دارم. تو رو خدا صدای منو پخش کنید. سلام علیک یا امام عبدالله، تو رو قسم میدم به پدرت امام علی، تمام مشکل رو حل کن، مشکل ما بین اونا. خدا حافظ یا امام عبدالله حسین. اینقدر پیام های شما زیبا هست که بهتر هست بیشتر پیام های شما رو بخونیم. شما از آنی که با برنامه خودتون در ارتباط هستید. شماره 935-10-19، سلام برامون دعا کنید. به حق فاطمه زهرا قسم، ما که تو حضرت مشهد موندیم، فکر نکنم ما فقرا کربلا رو دیگه بتونیم زیارت کنیم. التماس دعا آی غلامی. نه عزیز، ببینید در روایت داریم اگر شما پول نداشتید و مستطیع نبودین حج نمیخواد برید، چون مستطیع نیستید. اما پیرامون کربلا نقل داریم، حتی برید پول قرض کنید بیاید کربلا. شما فکر میکنید این عزیزانی که الان اومدن کربلا همه بعدشون خوبه؟ خیلی عامیانه گفتید، ما هم عامیانه بگیم، یعنی بعدشون توپه توپه، تو بانکا پر پول دارن، زندگیشون درسته؟ نه، اینها هم بعضیاشون با قرض و قله اومدن، طلا فروختن، به عشق امام حسین اومدن. تو این مسیر قدم بردارید، بیا زیر قبه دعا کنید، از خود آقا بخواید، انشالله همه مشکلاتتون برطرف میشه، به زودی زودم انشالله روزتون خواهد شد. و اگر بعضی از دوستانم هستن که ده ها بار تا الان روزشون شده اومدن کربلا، خدا این وضع مالی خوب رو بهشون داده، این روزشون شده، به خاطر خدا یک بارم شده، دو بارم شده، از این به بعد
نقطه تناسبی رو ببندن، بگن مثلا من سال دو بار میمادم کربلا، یک بار خودم میرم، یک بار این پول رو مثلا میدم به یه زوج جوان، به یه کسی که تا حالا نیومده، اونم بیاد کربلا، هم اون عزیزان میان کربلا و هم اینکه انشالله شامل حال شما هم میشه، شما از آن هم دقت داشته باشید به این مطلب. شماره 919-14-32. سلام آقای غلامی. علیکم السلام. به امام حسین خوب مریض ها رو شفا بده، مشکل همه حل بشه، مشکل دخترها بختشون باز بشه، مشکل ما هم باز بشه انشاءالله. از رنج آقای یا خانم رنجبر از ساوه انشاءالله. شماره 938-44-88. السلام علیک یا ابو عبدالله. سلام بر شما و همکاران گرانقدرتون. اول سلامتی آقای امام زمان، دوم سلامتی تمام شیعیان جهان، سوم این بنده حقیر رو و خانواده ما رو هم دعا کنید. ما چقدر داره بگیم در دعا اول دوم سوم برای خدا نکنید، مگر ما دعا میگیم اللهم ادخل علی اهل القبور سرور اول، اللهم اغن کل فقیر دوم. نه، خدا که این وسائل رو این گونه حساب نمیکنه. بخواید از خداوند، کم هم از خدا چیز نخواهید، زیاد بخواید، خدا خیلی دعاها رو مستجاب میکنه. گفته فقط بخواید از من، از من بخواید. شماره 914-31-37. السلام علیک یا ابا عبدالله. یک نیم نگاهی به جان مادر زهرای ما هم بینداز، من رو هم با خانواده هم بطلب بیایم کربلا. التماس دعا خانم مریم حسینی از اصفهان. اگر این نیم نگاه بهتون نبود، بیننده این شبکه مقدس نبودید، اگر این نیم نگاه ها بهتون نبود، محبت امام حسین رو نداشتید که بخواید این آرزو رو داشته باشید. خیلی پس بهتون نگاه هست. شما ما نگاه دعا کنید، ما هم انشاءالله از امام حسین میخواییم و انشاءالله زیر قبه هم بالخصوص به شما دعا میکنم. به زودی زود بیایید انشاءالله. عرض کردم اگه حاجت هاتون روا شد محبت کنید، خبر شما بگیدیم. 917-32-14. سلام آقای غلامی. لطفاً علیکم السلام. به جان عزیزترینت برای مسلم خسروی دعا کنید، چون که دکتر تا 10 روز دیگه جوابش کرده، سرطان معده داره. این اخبار خیلی سخته جدا، موقعی که انسان میشنوه. از سعی دعا میکنیم السلام علیک یا ابو عبدالله برای همه بیمارا، بالخصوص دوستمون آقای مسلم خسروی. به زودی زود انشالله گرفتارشون برطرف شه، سلامتشون رو به دست بیارن، بیان پابوست کربلا. ما نمیتونیم بعضی از مقدرات و بینندگان عزیز ما تعیین بکنیم، از خدا میخواییم اون چیزی که بهترین هست انشاءالله براشون پیش بیاره، انشاءالله انشاءالله با شفا هم باشه. شماره 919-48-09. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام به شما خادمان آقا. علیکم السلام. شما رو به دست بریده ابوالفضل دعام کنید، زندگیم داره میپاشه. قسم سنگینی دادید، به حق همین قسمتون یا ابا عبدالله، به حق این دو دستی که ایشون قسم داده، ازتون تقاضا دارم که کمک کنه زندگی ایشون خیلی خوب باشه، دو سر زندگیشون باشن. 918-35-84. السلام علیک یا ابا عبدالله. خسته نباشید، تو رو خدا رفتید حرم، واسه هم دعا کنید مشکلم حاجتم برآورده بشه. بزرگترین آرزوم زیارت کربلاست. با تشکر از برنامه خوبتون، ما هم از شما ممنون هستیم انشاءالله. 938-30-87. سلام آقای غلامی. آرزو دارم همیشه خادم امام حسین باشم، برام دعا کنید. خانم فاطمه رضازاده از بوشهر. عزیز انشاءالله هستید که همچین آرزوی رو دارید، حتما هر جایی هستید ببینید امام حسین علیه السلام از شما چی میخوان، قطعا خادم امام حسین خواهید بود. اگر پلوی پدر و مادرتون هستید، اگر نیاز هست بهشون کمک کنید، کمک کنید، احترام بگذارید، احترام بگذارید. اگر زندگی دارید، از شوهر تمکین خاص عام داشته باشید، داشته باشید. به هر عنوانی اگر حرف امام حسین رو ما گوش کنیم، خادم امام حسین هستیم. 937-54-53. السلام علیکم یا ابا عبدالله. خواهش میکنم برام دعا کنید که خدا یک فرزند سالم و صالح عطا کنه انشاءالله. یکی از دعاهای زیاد ما هست، حتما انشاءالله. 939-13-86. ما اگر مرتب هی دست به صورتون بکشیم عذرخواهی میکنیم، به شدت اینجا هوا گرم هست و دوستانی هم که پشت دوربین هستن در اتاق فرمان رو حتما دعا کنید. واقعا دما بالای 50 درجه، میخوای یه وضو بگیری آب به شدت گرمه. حالا ببینید روزه گرفتن در این موقعیت ها چه اتفاقی میفته، حتما ما رو دعا کنید. 939-13-86. السلام علیک یا امام حسین. یه مشکلی دارم آقا، از تو میخوام کمکم کنی تا مشکلم حل بشه انشاءالله.
938-87-39 با امام یا امام حسین. به 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 به، خدا خیرتون بده. تشکر که حاج رضا رو شفا دادی آی غلامی، ممنون. ما وظیفه داشتیم، خدا رو شکر، خدا رو شکر. چندین روز بود ایشون پیام میدادن که ایشون شفا رو تخت بیمارستان هستن، خوب شدن. عزیزان ما قابل نیستیم. من این مثال رو یک بار دیگه عرض کردم، به یکی از ائمه فرمود که به شخص دیگری برو زیر قبه امام حسین برای من دعا کن. خیلی تعجب کرد، برگشت گفت آقا خود شما امام معصوم هستید، خب خودتون دعا بفرمایید. آقا فرمودن خدا بعضی از مکانها رو یه تقدسی داده و اونجا دوست داره حاجتی گفته شه و اونجا برآورده شه، برو زیر قبه امام حسین برای من دعا کن. عزیزان ما قابل نیستیم، اما حاجت شما زیر قبه اگر گفته بشه قطعا مستجاب هست. از این رو هست که شما هم به ما اعتماد دارید و ما رو قابل دید، وگرنه از من روسیاتر در عالم تشیع وجود نداره. شما من دعا کنید که من هم روسفید بشم. شماره 915-27-88 از شما خواهش میکنم برای ازدواج تمام جوانان دعا کنید انشاءالله. 913-0266 آقای غلامی سلام. سلام، من رو به آقام برسانید، برام دعا کنید که خدا یک برادر رو صحیح و سالم به دختر من بده. میگه مامان حضرت عباس من رو که ناامید نمیکنه، حتما انشاءالله. پیامتون خیلی خصوصی بود. چشم انشاءالله انشاءالله انشاءالله. چشم. 914-0487 ما اگر قابل باشیم برادرتون قبول کنید، اگر پیام بدید ما متوجه میشیم. 914-0487 با سلام، خادم افتخاری شبکه شما و اربابان ابو عبدالله حسین هستم، تو رو خدا برای من هم دعا کنید. ممنون از شما، شما که محبت دارید در این شبکه همکاری میکنید. خیلی از دوستان دوست دارن که در این شبکه همکاری بشه. عرض کردیم به 3085-87 لبیک یا حسین رو بنویسید، حتما انشالله دوستان با تون تماس میگیرن و شما هم دید خادم افتخاری شبکه باشید. اون پیام دوستم رو که تکرار میکنم 913-0266 چون خصوصی بود نخوندم، اما چشم چشم. 911-49-89 یا ابوالفضل عباس قربون مهربونیتون، به خدا دلم خیلی گرفته، تنها بی کس و غریبم، نمیدونم چه کنم، فقط امیدم اول خدا و سپس شما. آقا جون تو رو به خدا به دادم برسید، غم و غصه رو از ما دور کن یا مهدی ادرکنی انشاءالله. حتما انشاءالله غم و غصتون دور بشه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو زیاد بگید، در روایت داریم که غم و غصه رو دور میکنه. 938-47-26 ما اهل گفتن ذکر نیستیم، اینها روایات معصوم هست که عرض میکنیم. 938-47-26 سلام، تو رو خدا واسه منم دعا کنید، به خدا خیلی مشکل دارم، از سایه دعا میکنیم انشاءالله همه مشکلاتتون برطرف بشه. 938-14-82 سلام آقای غلامی، سلام منو به سرورم حسین و قمر بنی هاشم برسونید، مشکل دارم، تو رو به خدا برام دعا کنید، با تشکر از شبکه خوبتون. اگر میان برنامه رو آماده داریم دوستان، بریم یک میان برنامه رو ببینیم. آماده هست؟ بسیار خوب، پس من یه پیام دیگر رو بخونم. 919-16-29 با عرض سلام و خسته نباشید به شما و همکاران محترمتون در شبکه جهانی آقای امام حسین علیه السلام. با آقا بگین به طلب اربعین بیام پابوس پسر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله انشاءالله دعا کنید که روزی همه محبین و شیعیان باشه. این یک آهن رو با آقا همه رو جذب میکنه انشاءالله. میریم با هم، من برم کنار بارگاه ملکوتی آقا قمر بنی هاشم و از اونجا استغاثه به امام زمان داشته باشیم. یا حضرت عباس، یا ابوالفضل عباس، خیلی حاجت روا هستن و حاجت دارن و حاجت روا شدن الحمدلله. از سایه الان پیامی اومد که اون حاج رضا خوب شده، ما از شما تشکر بکنیم، حاجت این برادر مؤمنمون برآورده شد. اونایی که بی اولاد هستن، گرفتار هستن، حاجت دارن، الان خیلی پیام ها رو ما خوندیم، همه رو برطرف بفرما و توسل پیدا میکنیم به امام زمانمون. الهی عظم البلا و بره الخفا. الهی عظم البلا وبرح
خفا و انکشف الغطا و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج. دوستان عزيز ان شاء الله حاجت هاتون برآورده بشه. اجازه بدید که من ادامه پیام هاتون رو بخونم. واقعا بعضی از پیام ها خیلی سخته، واقعا خوندنش سخت. لا اله الا الله. شماره 938-1482 ایشون هم از خدا خواستن که بیان ان شاء الله کربلا و سلامشون رو برسونیم. سلام علیکم. 919-16-29 که هم ذکر شد. 913-0-266 آقای غلامی، این چندمین پیامی است که من دادم ولی خونده نمیشه. به جان امام حسین قسمت میدم برام دعا کن که خدا حاجتم رو بده، خیلی مهمه. به خاطر دختر 8 ساله هم دعا کن که خدا حاجتم رو بده انشاءالله. ما چند تا شاید داره، شاید پیامتون رو خونده باشیم اون لحظه شما بیننده نباشید، شاید پیامتون آمده باشه دست من نرسیده باشه، شاید هم فرمایش شما درست باشه، اما مطمئن باشید منعکس شده و شاید هم به قول دوستان شایدتون نیامده باشه، به اصطلاح سرور ما ضعف نکرده باشه. اما چشم از سام از بینندگان میخوام که به حق دختر بچه معصومتون که 8 ساله هستن و یاد امام رضا ما رو انداختن، به حق امام رؤوف الرحیم ان شاء الله حاجت روا باشین ان شاء الله. 911-50-57 خب بحثشون خیلی طولانی هست، اشاره ای داشتن که انشالله خدا به طلبتشون که انشالله مشهد هم برن انشالله، روزتون کنه انشالله خداوند.
912-45-89. سلام آقای غلامی، علیکم السلام. پیام ما را هم به خاطر بیار، گرفتار گناهم رفتی حرم، یاد ما هم باش. ابراهیم حمیدی از مارلیک، انشاءالله. آقا ابراهیم، انشاءالله خدا حاجت شما را هم برآورده کنه. 936-53-13. سلام آقای غلامی، ما را هم دعا کنید، بیام پابوسشون انشاءالله، به زودی انشاءالله شما ها بیاد. من قول بهتون میدم ما اگر یک برنامه دیگه حدود 20 روز یک ماه دیگه داشتیم، انقدر پیام می اومد که حاجت روا شدیم، گرفتاری ها حل شده، اینها شده، مطمئن هستیم. شاید یک برنامه هم به همین خاطر ساخته بشه و خدمتتون تقدیم کنه. طول ماه مبارک رمضان با برنامه دوباره مهمانی در ماه مهمانی خدا ببینیم چند نفر حاجت روا شدن. 910-33-47. 10 سال ازدواج کردیم، بچه دار نمیشیم، از سید الشهدا برای درمان طلب کمک داریم. انشاءالله که به زودی زود دامنتون سبز میشه، کوچولوهای خوشگل مشکل خدا بهتون میده، صحیح و سالم انشاءالله. هم شیعه مرتضی علی. شماره 938-25-15. سلام علیکم، خدا شما را عجب بده. هر خانه دری دارد. در دین ما شیعان امام حسین به جوانا بگین هر چی میخوان برن تو رکاب آقا، امتحانش مجانیه. یک سلام اختصاصی به آقا بدین، همه حاجت همه ما رو از خدا بخواید. چشم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اینم اختصاصی برای همه دوستان. 930-35-24. سلام آقای غلامی، علیکم السلام. تو رو خدا اونجا هستی، واسه هم دعا کن خدا یه پسر سالم به هم بده. تو رو امام حسین دعا کن. انشالله یه پسر توپل مپولی صحیح و سالم خدا بهتون میده. شما هم کم لطفی نکنید، پیام بدید و بگید که انشالله خدا بهتون داده. ما انشالله سعی میکنیم به طور مخصوص اینها رو دعا کنیم. شماره 914-88-65. با عرض سلام، با اینکه دلم برای زیارت میتپه اما هیچ وقت لیاقتش رو نداشتم. انشالله عزیز، همین که شما دلت میخواد بیاد زیارت، انشالله شما زائر هستید، اما انشالله به زودی زود هم روزتون بشه. 936-23-14. سلام علیکم آقای به دستتون درد نکنه. سلام علیکم آقای کربلای غلامی، التماس دعا برای ما هم نایب زیاره باشید. خانم دشتی هستم از مشهد مقدس. من از شما ممنون هستم به خاطر این اسم زیبایی که برای حقیر انتخاب کردید. ممنون از شما، خدا خیرتون بده انشالله. دعا کنید ما هم مشهد بیاییم. 913-84-26. اشعار زیبایی رو اشاره کردن. اللهم اجل ولی یک الفرج، ما ممنونیم. 913-12-78. سلام آقای غلامی، علیکم السلام. تو رو به مام حسین دعا کنید هر چی زودتر بیام زیارت کربلا. امیر از کرمان، انشالله امیر جان قبلا هم پیام داده بودی، پیامت هم ما خوندیم. چشم، انشالله روزتون میشه. 936-52-25. سلام بر ارباب بیکفن آقا، تو رو به مادرت زهرا و پسرت مهدی حاجتمو بده انشالله. آسوده سادات موسوی، انشالله. شما از سادات هستید، شما ما دعا کنید. 915-89-86. سلام علیکم، از برنامه زیباتون واقعا متشکرم. من وقتی نمیتونم یک شب برنامه رو ببینم دلم تنگ میشه، چون اکثر اوقات تنهایی فقط دلخوشیم این شبکه و برنامه خیلی قشنگش است. آرزو مادن به یک کربلاست. باور کنید پیامو انتخاب نمیکنیم که اینقدر تشکر باشه، اما من ممنون هستم. حالا یه چیزی من منصفانه بگم، بعضی از پیام ها به قدری تشکر ویژه از حقیر کردن که من خودم خجالت میکشم اون رو بخونم و همینطوری رد میشم. شما به اینها فکر نکنید. 910-33-47. با عرض سلام و عرض ادب، بیکارم، مدتی است برای کار در مترو تلاش میکنم. خواهش میکنم حاجت من را از شهدا بخواید انشاءالله. شما که دارید گرفتاری مؤمنه را حل میکنید، در یک مسیری دارید کار میکنید که حمل و نقل مردم هست، مطمئن باشید خداوند انشاءالله همچنان که مسیر مردم رو آسان میکنید برای حمل و نقل، خدا زندگی شما رو آسان بکنه انشاءالله. 913-84-26. سلام آقای غلامی، من در مورد دعای علوی مصری انجام دادم و حاجتم رو گرفتم، تشکر. الحمدلله، انشاءالله خدا بیش از اونی که خواستید حاجتاتون رو روا کنه. واقعا ممنون هستیم. این دعای علوی مصری عجیب دعایی هست، طوفان میکنه. 919-51-85. با سلام و خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. وقت زیارت عاشورا میخونید. به خدا امسال بهترین ماه رمضان عمرم بود، فقط به خاطر صوت بسیار زیبای اختیار دارید. ما که قابل نیستیم. الانم الحمدلله حاج اصغر آقای فتاحی
پخش زنده رو انشالله زیارت عاشورا رو خواهند خون. ما از شما تشکر میکنیم، ما هم از اینکه شما احساس کردید که صدای ما خوب هست ممنون هستیم. دعا کنید که انشالله غلام لایقی برای آقا باشیم، بتونیم انشالله از توانایی اگر خدا ما داره بتونیم در این مسیر استفاده کنیم. 912-54-31 رو خدا دعا کنید، وقت دعا هست. سلام آقای غلامی، التماس دعا دارم. علیکم السلام. ازتون توفیق به به، یکی از مبلغین شبکه هستم که سرعت گرفتاری براش پیش اومده، لطفا دعاش کنید. چشم، انشالله وظیفه هست، انشالله بالخصوص دعا میکنم. چشم. 916-77-01. سلام آقای غلامی، علیکم السلام. تو رو به حق امام حسین برای دخترم دعا کن، معلول هست، میخواییم ببریم عملش کنیم. خدا رو قسم میدم انشالله این پیام ها خیلی سخت خوندنش برای ما، باور کنید زیر قبه بریم دعا میکنیم، خدا انشالله شفاشون بده انشالله، انشالله مطمئن باشید. شما عزیزانم یه موقعی به این کوچولوهایی که اینگونه هستن چیزی نگید، ناراحتشون نکنید، خیلی دقت داشته باشید. من پیام چون زیاد هست میدارم برای فردا یه سریشو بخونم. خب اگر فرصت دارم چند تا پیام میخونم، اگر فرصت شد در انتها این عرضو دارم حتما، دقت بفرمایید. شماره 911-49-89. سلام، خسته نباشید، عبادات شما قبول حق باشه، بسیار برنامه خوبی و مفیدیه، ممنون از شما، خواستن که ایشالا روزشون بشه بیان. من پیرامون این بچه هایی که گاهی اوقات معلول هستن یا بعضی از بچه ها هستن که عقب ماندگی ذهنی هستن عرض میکنم خیلی اینها پیش خدا اجر و قرب دارن، خیلی مواظبت کنید. برای یک سمیناری رفته بودم به عنوان اجرا، بعد یک گزارش باید تهیه میشد، رفتم بهزیستی. بهزیستی سری از دختر خانم هایی بودن که معلول ذهنی بودن و از لحاظ ذهنی مقداری دچار نقصان بودن، بعد اینها یک سری کاردستی داشتن درست میکردن. رفتم پلو یکی از دخترها که خیلی چهره معصوم و کوچیکی داشت، گفتم عمو جون الان که صحبت کنی صدا داخل به اصطلاح اون مجلس پخش میشه، اگر صحبتی داری بکن، استانداری هست، فرمانداری هست، چیزی میخوایی، لباسی میخوایی، وسیله میخوایی بگو که از اون استاندار برای عنوان هدیه برات من بگیرم. یه نگاهی کرد بعد شروع کرد گریه کردن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت دیشب مهمون اومده خونه، مادرم منو کرده تو اتاق، من خجالت کشیده، من که کاری نداشتم، که من که خودم رو اینطوری نکردم. بهش بگید اگه مهمون میاد توی خونه منو توی اتاق نکنه. اینقدر دل من شکست، اینقدر من گریم گرفته بود. بعد به هر عنوانی بود یه سری وسایل بازی براش آوردم تا یه لبخندی زد دونستم بلند شم. عزیزان اگر بیماری معلول ذهنی داخل منزل دارید و اگر کوچک هستن، اینا نعمات خدا هستند، مبادا خدای نکرده خسته بشید. شما یک سعادتی داشتید که خدا این امتحان رو از شما گرفته، انشالله در این سعادتتون هم سربلند بیرون بیایید. ما هم چشم دعاگو هستیم، خدا همه بیماران انشالله شفا بده. 935-72-28 قسم دادن که چرا حاجتشون روا بشه. 919-0-960 ایشون هم خواستن که ناامید نرن. 930-35-68 ایشون هم اشاره کردن که پیامک میدن و خونده نشده، ما هم از شما عذرخواهی میکنیم، واقعا وقت کم هست همچنان که میبینید. 937-0-325 من پریسا میخوام مامان و بابام که جدا زندگی میکنن با هم صلح کنن، چون تنها آرزوم هست و 11 سالم هست. ماشاءالله پریسا خانم 11 سالتونه، هزار ماشاءالله که همچین دعایی رو دارید. ما هم از سایه میخواییم که خدا به حق این دل پاک شما اینها رو بهشون بینشون محبت و مودت بگذاره، با هم زندگی کنن و کرونه خونتون گرم باشه. آفرین به شما که به فکر هستید، شما هم به من دعا کن پریسا خانم. 917-81-38 ایشون هم سلام، تازه خدا من یه پسری داده، از شما خواهش میکنم از امام حسین بخواید که پسرم صالح باشه و با ایمان باشه. حتما انشاءالله. پیام ها زیاده، من سه تا پیام دیگه بخونم اجازه دارم، خیلی وقت کمه. 935-95-48 سلام، از شما خواهش میکنم برام دعا کنید یک بار دیگه امام حسین بیام، دلم بر بین الحرمین تنگ شده. خانم هانیه از کرمان، به همه کرمانی عزیز سلام میکنیم. 916-72-13 سلام، من از شما میخوام رفید حرم بنده رو دعا کنید، حاجتم رو بگیرم انشاءالله، انشاءالله. 935-79-14 عباس جان،
دستهایت را در راه خدا هدیه دادی تا دستگیر ما ضعیفان باشی. به به 25 ساله برای زیارت التماس میکنم. آقای رحیمی زیاد بسیار خوب، شما که 25 سالتونه یا 25 ساله آخه گفتن 25 ساله از خدا میخوام که بیام زیارت، هنوز نشده. انشالله به زودی زود روزتون بشه بیاید اینجا. الانم دست به نقد میریم خدمت آقای امام حسین با زیارت ابا عبدالله که با صدای دلنشین و پرسوز حاج از آقای فتاحی انشالله قرائت میشه. ما را هم دعا کنید، تو رو خدا دعا کنید که ما هم لیاقت داشته باشیم. از شما التماس دعا دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. قسم دادم که در این لحظات بنده را هم دعا کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. حرف قلبم را هویدا می‌کنم، با خدا با خدا خیش نجوا خدا خیش نجوا می‌کنم. بار الها خستم از زندگی، بار الها خستم از زندگی، خستم از زندگی. معصیت هایم شده شرمندگی، معصیت هایم شده شرمندگی. خوب میدانم که من بد کردم، خوب میدانم که من بد کردم. راه خوشبختی خود، راه خوشبختی خود صد کردم. باب لطفت را به سویم باز کن، با عزیزانت مرا دمساز کن.